Mulla va dud kebab. مرد فقیری از کنار رستورانی می گذشت. صاحب رستوران گوشتها را در سیخ کرده و به روی آتش گذاشته بود. بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پیچیده بود. مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت، نان خشکی را بر روی دود کباب گرفت، به دهان گذاشت. او به همین ترتیب چند تکه نان خشک خورد. هنگامی که خواست از آنجا برود، صاحب رستوران به سرعت آمد و دست او را گرفت و گفت: کجا می روی؟ باید پول دود کباب را که خورده ای بدهی. ملا که در آنجا و ماجرا را دیده بود گفت: این مرد را رها کن، من پول دود را به تو خواهم داد. صاحب رستوران قبول کرد. وقتی مرد فقیر رفت، ملا چند سکه بر روی زمین انداخت و گفت: این صدای پول دودی که آن مرد خورده است، بشمار و تحویل بگیر. مرد فقیری از کنار رستورانی می گذشت. صاحب رستوران گوشتها را در سیخ کرده و به روی آتش گذاشته بود. بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پیچیده بود. مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت، نان خشکی را بر روی دود کباب گرفت، به دهان گذاشت. او به همین ترتیب چند تکه نان خشک خورد. هنگامی که خواست از آنجا برود، صاحب رستوران به سرعت آمد و دست او را گرفت و گفت: کجا می روی؟ باید پول دود کباب را که خورده ای بدهی. ملا که در آنجا و ماجرا را دیده بود گفت: این مرد را رها کن، من پول دود را به تو خواهم داد. صاحب رستوران قبول کرد. وقتی مرد فقیر رفت، ملا چند سکه بر روی زمین انداخت و گفت: این صدای پول دودی که آن مرد خورده است، بشمار و تحویل بگیر.